به نام و یارخرا با عرض سلام به مجموعه خبری این ساعت از شمشاد خوش آمدید. سرخط مهمترین ها. انتقاد امارات اسلامی از روی کرده خارجی ها در قبال افغانستان. ملا برادر می گوید خارجی ها افغان ها را برای خروج از کشور تشویق می کنند. تأکید سیاسیون بر کار روی موارد ناقص. کرزی و حکمتیار خواستار آغاز گفتگوی ملی و ساخت قانون و موارد مهم دیگر شدند. و جو بایدن و جل بایدن خانم عید قربان را برای تمام مسلمانان جهان مبارکباد گفته است. عید به همه شما مبارک. مشروع خبرها من فیصل فیضان هستم. مقامات برندپایی امارات اسلامی نماز عید را در ارگ ادا کردند. مسئولین عید را برای تمام افغانها و مسلمانان جهان مبارکباد گفتند و روی برخی از موضوعات نیز صحبت کردند. معاون اقتصادی ریاست الوزراء با انتقاد از خارجی ها گفت که آنها حالا هم افغانها را آرام نمیمانند و به تبلیغات منفی درباره افغانستان رو آوردند. ملا عبدالغنی برادر انتقاد کرد که برخی از خارجی ها افغان ها را برای خروج از کشور تشویق می کنند. در طول دمخه در افغانستان ولس او ملت او در نړۍ مسلمانان تا دیر را رسیدلی لوی اختر مبارکی وایم. نماز عید اضحی در مساجد و عیدگاه های کابل و تمام ولایات کشور بدون هیچ گونه حادثه امنیتی ادا و افغانها روز اول عید را تسجیل کردند. باشندگان کابل نماز عید را در مساجد عیدگاه، پل خشتی، وزیر اکبرخان و سایر عیدگاه ها با حضور داشت مقامات بلندپایه امارت اسلامی ادا کردند. معاون اقتصادی ریاست الوزراء پیش از ادای نماز عید، عید اضحی را برای رهبری امارت اسلامی، مسئولین تمام افغان ها و مسلمانان سراسر جهان مبارکباد گفت است. افغان های ثروتمند خواستند که دست نیازمندان را بگیرد و با آنان کمک نماید. ملا عبدالغنی برادر در سخنان خود انتقاد بر خارجی ها داشت که گویا در مورد چالش های اقتصادی به تبلیغات منفی رو آوردن و افغان ها را برای خروج از کشور تشویق می کنند. هم یو لمسوانه در دنیاوالو در چیز مر پا بعض و انسانانو که در فکر پیدا کردی چه پا افغانستان که کم کار و خدمت نستن و زکم زمجبوره همه چه بل ملک تبزم زمجبوره همه چه پا دریاب که بزن دو بوم او هلاکوم بیا نو دا د دوی یو سوچ او ذهنیت ته چې بل چاور کړی دی دا سوچ او ذهنیت دا نور چاور کړی دی الحمدلله اوس په افغانستان کې هم کار سا هم خدمت سا خو سل په سل کې به شاید نه وي خو بیا هم هغه اندازه لکه دنیاوال چه تعبیری چې بیخي هیڅ شی نسته. ملا برادر افزود که مشکلات اقتصادی از 20 سال گذشته به میراث مانده، اما اطمینان سپرد که امارت اسلامی تلاش دارد تا این مشکلات را حل نماید و اضافه کرد که برای آبادی و پیشرفت کشور و حل مشکلات در بخش‌های مختلف کارها را آغاز کردند، برای مردم زمینه کاری را مهیا نموده و اقتصاد کشور را رو به رشد خواند. او بل کار و کسب و خدمت چه ما تر معلومه جه ده اقتصادی امور و الحمدلله چه دنیا پر کایله ده چې د افغانستان اقتصاد برقراره دی او د افغانستان اقتصاد مخ پر بهبود باندې روان دی خو که موږ وګورو الحمدلله ټول په دې قایل دي دنیاوال په دې قایل دي چې موږ اقتصاد مخ پر وړاندې روان دی. معاون اقتصادی ریاست الوزراء مژده داد که کارهای ساخت اساسی بزرگراه سالنگ پس از عید آغاز خواهد شد. در این حال مسئولین نسبت به پایین رفتن سطح آب در کابل نگرانی ابراز کردند و از صنعتکاران و سرمایه‌گذاران خواستند تا آب‌های مورد نیاز فابریکه‌های خود را از آب بیرون از کابل برآورده کنند و از حفره چاه‌های عمیق با گونه جدی جلوگیری شود. در کابل فرشاریان و صنعتکاران و باندې دا رخ کو چې در کابل اوبه ورستر بلی کشته کیږي نو کوم صنعتکاران وړونه چې دي هغه دي دغه کیندنې په افغانستان کې د څانانو نه کوي ځکه د کابل اوبه ورځ تر بله کښته کیږي دوی دي د رودو څخه د خپل دغه صنعت
د پاره وب پټانکرو پنور کم سامانونه چلری پاغو کې جراوی. علاوه بر معاون اقتصادی ریاست الوزراء عبدالحکیم حقانی رئیس ستر محکمه و قضی القضات، مولوی عبدالکبیر سرپرست ریاست الوزراء و سایر مقامات نیز در ارگ حضور داشتند. مسئولین اضافه کردند که پروژه های مختلف در سطح کشور آغاز شده، هزاران افغان در آن مصروف کارند و تلاش دارند تا مشکلات موجود در بخش اقتصاد را نیز حل کنند. نماینده خاص سازمان ملل در امور افغانستان عید را به افغانها مبارکباد گفته است. روزا اوتونبایوا برای کار مشترک و همکاری برای یک افغانستان صلح‌آمیز ابراز امیدواری کرد. رئیس جمهور سابق و رئیس اجرایی حکومت پیشین نیز گفتند که نباید فرصت ضایع کرد و گفتگوی ملی را ضروری خواندند. به مناسبت عید قربان، هیئت سازمان ملل متحد در افغانستان و سیاستمداران افغانستان در داخل و خارج از کشور در پیام‌های عید خود آرزوهای خود را برای مردم افغانستان بیان کرده است. نماینده خاص سازمان ملل در امور افغانستان در پیامی که به مناسبت عید قربان منتشر کرده، به افغان‌ها عید را تبریک گفته و بر همکاری مشترک برای افغانستان باثبات و صلح‌آمیز تاکید کرده است. امید دارم که روحیه عید قربان جاویدان بماند و تمام ما را تشویق نمود که برای یک افغانستان صلح‌آمیز و آرام به گونه مشترک به کار دوام دهیم. رئیس جمهور پیشین افغانستان هم در کنار تبریک گفتن عید اضحا برای افغانها از امارت اسلامی خواسته تا گامهای ملموسی را برای صلح و ثبات دائمی در کشور بردارد. عید را برای همه مردم متدین افغانستان مبارک باد میگویم. این وظیفه ماست که با هم برای آبادانی افغانستان تلاش کنیم. افغانها برای چندین دهه فرصتهای صلح را از دست داده اند و با مشکلات مختلف مواجه اند. اکنون از امارت اسلامی میخواهم که با تفاهم و گفتگوی ملی این هدف بزرگ را محقق سازد تا همه شهروندان با احساس اعتماد و مالکیت گرد هم آیند و در برادری، صلح و ثبات دائمی در کشور دانش و خودکفایی نوآوری کنیم. از سوی دیگر، رئیس اجرای حکومت پیشین در پیام عید قربان عید را به هموطنان تبریک گفته و از جامعه جهانی خواسته با توجه به وضعیت اقتصادی افغانستان به کمک‌های خود به افغان‌ها ادامه دهند. علاوه بر مبارکباد گفتن عید قربان به همه شهروندان، امیدوارم با برکت ایام عید که نمونه و مصداق فداکاری، بردباری و اعتدال است، زمینه‌ساز وفاق بین تمامی اقوام، پیشرفت و آبادی کشور شود. ما امیدواریم که جامعه جهانی با درک وضعیت بد اقتصادی افغانها به کمک و حمایت خود ادامه دهد. علاوه بر یوناما و سیاستمداران افغان، مقامات بلندپایه امارت اسلامی نیز در پیام‌های عید خود بر اتحاد افغان‌ها و کار مشترک برای ثبات دائمی تاکید کردند. تروریسم محصول حلقات استخباراتی منطقه‌ای و بین‌المللی است. تحلیلگران می‌گویند که نگرانی‌ها مبنی بر گسترش تروریسم از افغانستان به منطقه و جهان بجا است و این اتهامات تا زمان دوام خواهد داشت که روابط دیپلماتیک میان حکومت سرپرست و جهان به حالت عادی باز می‌گردد. صاحب نظران می‌گویند که نیاز است تا امارت اسلامی دستگاه دیپلماتیک خود را تقویت نماید و به جهان این قناعت را بدهد که افغانستان بار دیگر به لانه تروریسم مبدل نمی‌شود. در نزدیک به هر نشست بین المللی و منطقه‌ای در مورد افغانستان، همواره نگرانی‌ها مبنی بر افزایش گروه‌های تندگرا و تروریسم از خاک افغانستان به سایر کشورهای جهان مطرح می‌گردد. هرچند امارت اسلامی همواره از مبارزه جدی در برابر تروریسم و گروه‌های مسلح اطمینان داده، اما با آن هم جهان به گونه مکرر نگرانی ابراز می‌کند که افغانستان بار دیگر بلانه امن تروریسم در منطقه مبدل می‌شود. صاحب نظران می‌گویند که افغانستان مسئول تروریسم نیست، بلکه کشورهای مسئول آنند که به شمول همسایگان برخی از کشورها از آموزش و پرورش آنها سود برده و امنیت و ثبات جهان را با تهدید جدی روبرو کرده است. بل اړخ دا ده چې دغه گروپونه د طالبانو او یا د اسلامي امارت محصول نه دي. دوی د نړیوالو او سیمه ییزو استخباراتي کړیو محصول ده. مالی منابع، وسلې او پیسې له هغه ځای دي او د کنټرول وسایل هم له بهرنیانو سره دي. طالبان سره له دې چې خپل تعهد باندې تر اوسه ولاړ دي چې نړیوالو تروریستي ګروپونو ته به د فعالیت اجازه نه ورکوي، خو چون دوی نړیوال دي او د فشار په نتیجه کې دوی کولی شي د افغانستان له سرحدونو ووزي. اما نگرانی جامعه جهانی مبنی بر موجودیت تروریسم در افغانستان به چی معناست؟
آگاهان امور امچو اظهارات کشورها را مخالفت های سیاسی آنها می دانند که آن را پس از به قدرت رسیدن امارت اسلامی با حکومت سرپرست آغاز کردند. آنان می‌افزایند تا زمانی که رابط دیپلماتیک و سیاسی حکومت سرپرست با جهان دینه شود، بهانه ها و اتهامات در مورد توریسم همچنان دوام خواهد داشت. او دیدو که سیاسی ناندرویو موخه لیوی خو هغه پخوانی تر بنی دی چې لیوی خو د افغانستان د خلکو سره لري او په ځانګړي ډول له اسلامي امارات سره لري. دوی مکه خبره چې ډیره مهمه ده، هغه دا ده چې تر هغه چې سیاسي تعاملات د اسلامی امارات له نړۍ سره ټینګ نسی نو دغه ډول سیاسي ناندری به روانې وي. کارشناسان میگویند که امارات اسلامی باید در همچون مسائل موضوع واضح خود را اختیار کند، با استفاده از دستگاه های فعال دیپلماتیک حکومت سرپرست را با جهان به نظر مشترک تشویق نمایند. آنها میافزند که تکرار مکرر نگرین های کشورهای جهان مبنی بر توریسم از خاک افغانستان ممکن از آغاز بخش از جنگ های نیابتی و بازی های خطرناک دیگر باشد که این کشورها با تلاش های پی هم خواهان به میان آوردن و ایجاد آن باشند. مرکز و گرزی زما پان دا پلوی لاس هغه سره وشنه چې راغونه دي چې کوشش کوي زینې د نړۍ قوي استخبارات یو ځل بیا افغانستان د خپل نیابتی جګړې ډګر وګرځوي. اعتقاد بر این است که موجودیت اختلاف نظر میان امارات اسلامی و جهان در مورد توریسم ممکن فضای بی‌باوری را در آینده زیر هم بیشتر سازد. رویدادهای ترافیکی در شاهراه کابل جلال آباد افزایش یافته است. مکررن هر روز حوادث ترافیکی در این شاهراه رخ می‌دهند که بر اثر آن تعدادی از مسافرین جانشان را از دست می‌دهند. مسافران عبوری از بزرگراه کابل جلال آباد دلایل افزایش حوادث ترافیکی را در این مسیر موجودیت وسایط نقلیه دست پاکستان، عدم مراعات قوانین ترافیکی و تخطی از سرعت توسط رانندگان می‌خوانند. بزرگراه کابل جلال آباد که یکی از راه‌های خطرناک و مرگبار جهان به شمار می‌رود، در چند ماه اخیر حوادث ترافیکی در این راه افزایش یافته است که بیشتر اوقات حوادث مرگبار می باشد و به دلیل آن شمار زیادی از مسافرین زندگی خود را از دست می دهند. مسافرین رونده به این راه می گویند که به دلیل بی‌احتیاطی بیش از حد رانندگان شمار زیادی از مردم در این مسیر قربانی می گردند. دیو راست که در زمان دوتاست که در تیز رفتار و موتر حادثه دیر زیادی دی و مسئولین باید دیتا توجه که خودی چه زوانان روز مره لاره که قربانی کیگی. سید محمد که یکی از رانندگان در این راه است و به تازگی حادثه ترافیکی کرده میگوید که به دلیل بی احتیاطی راننده دارنده موتر دست پاکستانی که از سوی جلال آباد به طرف کابل در حرکت بود و سرعت زیاد هم داشت تصادم کرد که در نتیجه آن شماری از افراد حامل در یک موتر زخم برداشتند. موتر د جلال آباد ته خوانه را روانو کابل ته مونږ د کابل نه را روانو، هغه په دې ګولۍ کې چې دا موټر امبریک را کش کړ دی وړوکي موټر سپوټي موټر و، په هغې کې زنانه او ماشومان مو او د غزمونږ موټر خپل لاس باندې و، هغه په دې خپل لاس باندې مونږ ووهلو. در همین حال رانندگان بزرگراه یاد شده دلایل اصلی افزایش رویدادهای ترافیکی را رفت آمد زیاد موترهای پاکستانی، عدم رعایت قوانین ترافیکی، افزایش وسایط و سرعت زیاد عنوان میکند. دا خود دری خبری دیورو را یا دی نابلد دریوران للاس دا تکر دیری کیگی او بل دا پاکستان لاس موتر دی لاملم تکر دیری کیگی او بل بی احتیاطی دا. در بزرگراه اتصال کابل و ننګرهار هرچند از سوی حکومت ترافیک منظم موظف نگرده، اما برخی از کودکان به طور رضاکارانه این وظیفه را به پیش میبرند. آنان میافزایند که تلاش مینماید تا به رانندگان درست راهنمایی کند، اما شماری از آنان آن را رعایت نمیکنند. بلتر از اوی شهری که در موتر تا زیر زوز سبایی وقتی مولا زنو سر دشپی بیا و شپک بجه و بجه ده غسیزو بس دورز سل یو نیم سل دو سو ده غسی کهو او ده سوگ اشاری پیسی را ورکی سوگی نه ورکی سوگ اشاره منی سوگی نه منی دری قطر رازی سلور قطر رازی بس لار بنده که نور زتی بیامنگ تغییگی گوه چه ده اولیم بنده کردی. افزایش حوادث ترافیکی مسافرین را نگران ساخته و به هدف جلوگیری از آن خواهان برداشتن اقدامات جدی از سوی حکومت هستند. من دغه غوښتنه ده وروره د دولت نه چې یو څوک لیسانس نه لري او بل دغه لاره باندې د پاکستان لاس موټر ډېر دی او احتیاط نشته،
احتیاط نه کوي خلک بې قانونه ډېر اخوا دېخوا په دې سړک باندې کښته او پورته ځي او بل دغه ده وروره ګوله بس یار سړی په خپل هغه اصول لاړ شي هېڅ مشکل نشته وروره نو دغه غوښتنه ده مونږ ده وروره ګوله مشکلاتونه ډېر دي بل دغه د مجاهدینو ورونو نه په دې چې دغه موټر ته نوي نوي ناست دي وروره ګوله او دغه د جمعې په ورځ او د پنجشنبې په ورځ ډېرې حادثې کېږي نگرانی ها بابت افزایش رویدادهای ترافیکی در بزرگراه کابل جلال آباد در حال مطرح میگردد که دو هفته قبل معاون سیاسی ریاست الوزراء به مسئولین ترانسپورت و هوانوردی ملکی توصیه نمود که در کنار بررسی عوامل افزایش رویدادهای ترافیکی برای جلوگیری از حوادث مرگبار از امکانات دست داشته استفاده نماید. همزمان با پیشرفت تکنولوژی کاربرد موبایل های هوشمند نسبت به هر زمان دیگر افزایش یافته است. با آنکه صدها هزار تن در افغانستان از موبایل های هوشمند برای اهداف گوناگونی و رفع نیازهای اولی استفاده می کنند، اما از سوی دیگر نگرانی هم وجود دارد که گویا بیشتر جوانان وقت خود را در استفاده بی مورد و غیر ضروری از موبایل ها هدر می دهند. دکتران نیز می گویند که استفاده بیش از حد از موبایل های همراه سبب مبتلا شدن افراد به بیماری های عصبی و روانی می گردد. شما ممکن موبایل و یا سایر وسایل پیشرفته تکنولوژی عصر حاضر را با خود داشته باشید، اما گاهی با خود فکر کرده اید که چگونه از این وسایل به گونه درست استفاده کرد. با آنکه پیشرفت معاملات جهانی از طریق موبایل های هوشمند انجام می شود و استفاده وسیع در امورات بین المللی دارد، اما استفاده این موبایل ها در افغانستان برخی از نگرانی ها را به وجود آورده است. با آنکه بخشی از جوانان کشور موبایل را به خاطر اهداف مانند کاروبار، آموزش، مطالعه، با خبر شدن از تحولات افغانستان و جهان و احوال پرسی با اقارب مورد استفاده قرار می دهند، اما نگرانی نیز وجود دارد که استفاده دوامدار از آن سبب مبتلا شدن افراد به بیماری های گوناگون، الخصوص روانی می گردد. دی زمانه زوانان چیدی تقریبا دیر فیصدی، یعنی تقریبا ویل شو شپ 50 تر 70% ځوانان د ټلیفونو څخه استفاده کوي، چې بعضی چې دی مثبت استفاده نه کوي، یعنی ناوړه ګټه نه اخلي، یعنی هغه کسان په روحي مرض باندې اخته دي، یعنی کچې تاغوی ټلیفون ورسره ونو سی هغه نشي کولای خپل روزمره ژوند په صحیح توګه مخ کې ویسي. با آنکه دکتران نیز استفاده از موبایل های هوشمند را به خاطر رفع نیازهای اولیه در زندگی کنونی یک ضرورت می دانند، اما اضافه می کنند که استفاده مداوم و غیر ضروری از آن سبب ایجاد بیماری های عصبی و روانی می شود که تداوی آن بعضاً دشوارتر خواهد بود. پای شروع که کچیر منگا وگور و اکثر منگا زوانان داسی دی چه دغا موبایلونه چه یو ساده موبایلونه دی یو هوشمند موبایلونه دی، اکثر سره هوشمند موبایلونه دی او دشپی تر یوی پوجی پوری دو بجو پوری چه دی ده موبایل سره چه دی مصروف وی او فیسبوک گوری او داسی نور شوینا گوری چه دغا پخپلا دی دی ده خوب ده خراب دو سبب کی گی او کلا چه انسان ده ورزی هم خوبونه کی دشپی هم خوبونه کی ندا پا دماغ بانه چه دی فوق العاده منفی اغیزه کی او ده اگده دی مودی ده پارا ده پروسه دوامو کی نو بلاخره سبب دی دیکیږي چې دغه ځوان پر ډیپریشن یا ژور خفګان باندې اخته شي او همدارنګ دی ته در کنار این شماری از جوانان که در عصر کنونی توسط موبایل امورات روزمرهشان را به پیش میبرند میگویند که بیشتر نسل قشر مذکور بیش از حد از موبایل استفاده می نماید و این امر سبب عقب ماندن از دروس و سایر موارد زندگیشان خواهد شد و در عین حال تاثیر منفی بر اقتصاد خانواده ها نیز دارد. در طول روز بسیار ساعت که میخواین از موبایل وقت استفاده کنن، در تقسیم اوقات به خود جور کنن، در وقت درس خود بخونن، در وقتی که یک مصروفیت میخواد استفاده شما هم مصروف باشن، وقتی که از موبایل هم استفاده کنن، اما نکات مثبتش بیشتر درک کنن، بیشتر به خود بگیرن، در نکات مثلا در صفات اجتماعی هم که استفاده میکنن از موبایل، خوبتر است که همی مسائل دینی، مسائل که با انسان، مسائل روانشناسی، مسائل که انسان میتونه که در زندگی روزمره بیشتر خوبتر بسازه استفاده کنند. بر اساس معلومات اداره اترای وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی، حدود 20 میلیون تن در افغانستان سیم کارت دارند و در حدود 10 میلیون تن دیگر از اینترنت استفاده می نمایند. اترا می افزاید برخی از اپلیکیشن های را نیز محدود نموده که سبب منحرف شدن جوانان گردیده بود. باشندگان چک خواستار ساخت بخش آسیبیده بند برق این ولسوالی هستند. بند برق ولسوالی چک ولایت میدانوردک برای نزدیک به 90 سال 3 مگاوات برق تولید میکرد،
در جریان جنگ در حکومت قبلی تخریب کردید. بند چک تقریبا یک قرن پیش در زمان حکومت محمد ظاهرشاه ساخته شده است. با گفته اهالی محل و کارگران این بند، بخش های زیادی از بند مذکور بر اثر جنگ های سالهای پایانی حکومت پیشین تخریب شده که بر اثر آن 3 مگاوات برق قطع شده است. بند وضعیت خود دیر خراب ده، لگه نه دیر. دور ندهد سایدی. دلتا پا دوگو ایستا که دیر خبلو کرده اول واقع خود سیلی اولالان. پیش به، ادوان در جمبریت پا وقت که در اقل که دلو در پابریکت جوری دلن. حساب کتاب کار پی شیرو و پراوان و بیا در جنگون از شیرو شد که حساب کتاب خراب شد بیا دی وقت پا تیری دو سره دیدی کاسش دیکی دو سره و کم انقلاب چی بدو ملک موجود و کم نخال بدو ملک موجود و حقا کم در بند موک چی دی چک و لسوالی کم در برق فابریکه در لوده حقا هم بدبختانه دی دغه بدرنگ جنگ لواجه پا دی سی تو بانده و لگه دلن. نصرالله میگوید که 340 جریب زمین بر روی بند چک ساخته شده است، اما آب آن در حال حاضر فقط برای زراعت استفاده می شود. با گفته وی بسیاری از ماشینالات این بند از کار افتاده و اگر برای ترمیم آن اقدام شود دور نیست که برخی از مناطق میدان وردگ، غزنی و کابل دارنده برق باشند. او دا برق تلالو دا دو زوینه کابل تلالو تا ارگا پوری تا درلمان پوری دا منطقه تلالو دا دو زوینه لگه دلا پا وقت داوی تا زایر که دا دو زوینه برق تلالو بیا چه دا نغلو پابریکا در آغا شولا چلان دا شو جورا شولا نموک برق ارکاتا کلا برق دا غو زوینه آغا کلا. جدا از ماشینالات یکی از بزرگترین مشکلات بند چک پر شدن کاسه بند مذکور از خاک و سنگ است. اهالی منطقه می گویند که در صورتی که کاسه بند چک پاکسازی شود، ظرفیت جذب آب زیادی در 24 متری عمق خود را دارد. ده بند چی دی ورو رکا پا دیر لوی ساحایقی خوطا لری تقریبا دی کاسه چی ده او سم تلیروش میتر جوروالای لری کچی ری دیدین ده خواب را پاکشی او ده شو خوا کم ایزاپا خوابرش پا دی که موجودی ده ورزن پاکشی نو پیتی بار سرا ویلو چی ده وردگ و پا گردون با دلوگر کابل ولایت پا پریمان پایمانه بانده و کولیشی چی برک ورک لی. در قالب یک درخواست مردم این محل بر روی بنری در اینجا نوشتند که آنها خواستار احداث بند برق مذکور هستند و باید به زودی بازسازی شود. رئیس اطلاعات و کلتور ولایت میدان وردگ هم میگوید که بارها با مسئولان دیدار کرده است تا کارهای باقی مانده برق چک تکمیل و برق آن دوباره وصل گردد. خب پدی که مختلف آیاتون را غلی دیدیم دی مختلف وزارتو دی اقتصاد کمیسیون ته خبر رسیدلی ده ان شاء الله په نږدې وخت کې به په دې باندې کار وشي دا کاسه به صفا شي او دی اوبو ظرفیت به زیات شي په پلان کې لري ان شاء الله په نږدې وخت کې به دا بیا داسې درجه ته ورسیږي چې دا به بیا میدان وردګو وي حتی کابل ته هم برق ورکړي. با گفته مسئولین ریاست برښنا آنها تیم های را برای بازسازی بند و تولید برق از آن به منطقه اعزام کرده اند و پس از سروی معلوم خواهد شد که آیا با بودجه داخلی توان ساخت آن را دارند یا خیر. با گفته آنها اگر بودجه کافی برای پیشبرد امور نداشتند به رهبری امارات اسلامی پیشنهاد همکاری در این زمینه را خواهند داد. شنوندگان مهم خارجی نیز خوش آمدید. برای نخستین بار کاملا هریس معاون رئیس جمهور آمریکا همراه با شوهرش دوگلاس امهوف در قصر سفید با مسلمانان عید را تجلیل می کنند. در اعلامیه قصر سفید که ناوقت سه‌شنبه شب منتشر شده در آمده است که جو بایدن و خانم او جل بایدن نیز عید قربان را برای تمام مسلمانان مبارک باد گفته است. در این اعلامیه همچنان آمده که آمریکا افتخار دارد که میزبان و خانه میلیون ها مسلمان است. اداره خدمات اضطراری اوکراین میگوید که شمار تلفات حمله راکتی روسیه بر شهر شرقی کراماتورسک به 8 تن افزایش یافته و 56 تن دیگر در آن زخمی شدند. قوای روسیه این حمله راکتی را دیروز 27 جون بالای شهر مذکور انجام داد. این راکت ها در یک رستوران پرازدحام در بخش مرکزی شهر کراماتورسک اصابت کرد. اداره خدمات اضطراری در صفحه تلگرام خود نوشته که 3 جسد از اعماق این ساختمان فروریخته یافت شدند و برای یافتن سایر اجساد و زخمیان عملیات نیز جریان دارد. پایان خبرها. با سپاس از توجهتان وقت بر شما خوش. خدا نگهدار.